نگاه بنی هاشمی، حقوقدان از شیکاگو، ما رو همراهی میکنن. خیلی خوش آمدین خانم بنی هاشمی. یه لایحه بسیار مفصلی هست که من این پرینتی که مقابلم دارم و خب برای من که سررشته ایم در حقوق ندارم خیلی پیچیده، و شما برام به زبان ساده بگید که این لایحه چقدر کامل هست. متشکرم. درود به شما و بینندگان عزیز. ببینین، واقعیت اینه که باید به این توجه داشته باشیم که تا مسئله قانون شکل نگیره، یعنی شکلگیری قانون مناسب برای زنان تهیه نشه، در واقع مسئله برابری زنان و مردان در ایران فقط در حد یه مسئله، در حد مثل تئوری یا مسئله که ممکنه جنبه عملی در واقع پیدا نکنه باقی خواهد موند. به همین دلیل به نظر میرسه که گروهی از افراد فمینیست که در واقع به مسئله برابری جنسیتی زنان و مردان بسیار توجه دارن، یه لایحه‌ای رو تنظیم کردن که در اون لایحه مسائل مربوط به زنان به طور اخص مورد توجه قرار گرفته. در این لایحه یکی از مسائلی که بسیار جالبه که بهش اشاره شده این هستش که در طول 44 سال گذشته از روی عمد، یعنی آمدانه، در واقع تلاش شده که زنان از مرکز قدرت دور بمانند. و این کاملا حرف درستی هستش، برای اینکه هم در مسئله قانون اساسی و هم در قوانین مکمل ما میبینیم که مسئله حضور زنان در رده‌های بالای مدیریتی با مسئله شک و در واقع مسئله‌ای که ممکنه روشن نباشه مواجه شده. به همین دلیل هم اگر نگاه کنید به طول دوران حکمرانی جمهوری اسلامی، تنها یک وزیر زن و اون هم در مدت بسیار کوتاهی مثلا قادر بود در یک دولتی مشغول به کار بشه، در حالی که اگر همین رو با بیش از 44 سال گذشته با رژیم قبلی اگر یه مقایسه کوتاه کنیم میبینیم که زنان در اون موقع موقعیت داشتن صندلی قضاوت رو داشتن، در شغل وزارت مشغول به کار بودن و در رده‌ها و سطوح بالای مدیریتی حق تصمیم گیری و حق حضور داشتن. بنابراین این لایحه میخواد به مسئله زنان به طور اخص توجه بکنه و اینکه الان نوبت این هستش که مسائلی که تا این لحظه مقفول مانده به هر دلیلی، چه جنبه های ورود زنان به عرصه کار و مسائل اجتماعی، چه مسائلی از قبیل تساوی در دسترسی به شغل های به سلام همتای با مردان یا مسائل بهداشت های عمومی، کلن تمام مسائل زنان باید مورد توجه ویژه قرار بگیره که خب این لایحه به تفصیل بهش پرداخته. چقدر فکر میکنین کامل باشه برای یک نظامی که بعدها بخواد ازش استفاده بکنه به عنوان پیشنویس قانون اساسی؟ ببینید، تمام این مسائلی که شکل میگیره در واقع قدم‌های اولی هستن، قدم‌های بسیار کوچکی هستن که در مسئله مسائلی که پیش اومده که برای 44 سال گذشته در واقع هیچ توجهی بهش نشده، قدم‌های بسیار مناسبیه. ما نمیتونیم بگیم که هیچ لایحه‌ای در شکل گیری میتونه به اون اندازه کامل باشه که به طور اخص مورد استفاده در مجلس مؤسسان یا در لایحه های آینده و یا تبدیل بشه به قانون. اما اینها چهارچوب های مناسبی هستند برای پیشنهاد دهی و بعد از اون به نظر من مرحله بعدی مرحله هستش که میتونیم تمام گروه ها جمع بشن، هم فکری کنن و مسائلی که مقبول مانده از نظر بقیه در واقع بهش اضافه بشه، مثل یک شاخه اصلی که شاخه اصلی رو ما در موردش تفاهم داشته باشیم و بعداً در خصوص شاخه های کناری بتونیم در موردش بحث بکنیم. یکی دیگه هم مسائلی که این لایحه بهش توجه کرده حقوق اتنیکی و حقوق اقلیت ها هست. میدونیم که ما همیشه این مسئله در طول 4 دهه گذشته کاملاً آمدانه در واقع تلاش شده که به سکوت وادار بکنن. به همین دلیل هستش که لایحه اینطوری میتونه در واقع یک شمای کلی رو بده از تمام حقوقی که تا به حال ما ازش بی بهره بودیم و آن چیزی که در آینده حتما باید مورد توجه قرار بگیره. ممنون از توضیحاتتون. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از شیکاگو، ما رو همراهی کردید.